سلام، وقت بخیر. به جزئیات تازه خوش آمدید. عبدالحمید خراسانی که یک از فرمانده های تاجک تبار طالبان است، چندین دفعه از رفتار گروه طالبان ناراض شده و طالبان را به قومگرایی متهم کرده است. این در حالی است که وی چندی پیش به فسیح الله فطرت لوی درستاس طالبان هشدار داده بود که در مقابل مردم بدخشان لشکر کشی نکند. کسانی که به مردم بدخشان شلیک کرده است باید مثل اونها کشته شود. بعد از این عبدالحمید خراسانی به واسطه چندین افراد طالبان لندغر خطاب شد و بر این اساس به شکل رسمی استعفای خود را اعلام کرد و تسلیحات و موتری که مربوط طالبان میشد تحویل داد. و ناگفته نماند که وی به عنوان قماندان قطعه بدری یا ناصر بدر نیز می باشد. بعد از استعفای او، رهبر امارت اسلامی از تحویل گرفتن تجهیزات نظامی و اسلحه خراسانی و مجاهدینش با عبا ورزید و طی ملاقات خراسانی با ملا صاحب تاجمیر جواد، معاون اپراتیوی ریاست عمومی استخبارات، و مولوی صاحب قدرت الله والی ولایت پروان و امیر مجاهد ده ولایت پنجشیر با نمایندگی از رهبر امارت اسلامی از عبدالحمید خراسانی خواهش نمود که در صف امارت اسلامی بماند و پروای پروپاگند عناصر منافق و مفسد را نداشته باشد. امارت خانه همه مجاهدین و مؤمنین است. هیچ فردی حق ندارد که بر عزت یک مجاهد و شخصیت ایشان توهین و ناسازا گوید. همچنان معاون اپراتیوی ریاست عمومی استخبارات برای خراسانی یادآور شد که کمیسیون را موظف ساخته است تا عناصر فتنه‌گر منافق صفت را که بین مجاهدین تفرقه می‌اندازد شناسایی و گرفتار و به پنجه قانون سپرده شود تا دیگر ابزار دست دشمنان نگردد و سبب نفاق بین مجاهدین نشود. بر این اساس دوباره آقای عبدالحمید خراسانی به صف امارت اسلامی برگشته و دوباره به وظیفه خود ادامه خواهد داد. شخص دیگری به نام علاگل مجاهد که در دوران جمهوریت وکیل پارلمان در کابل بود و چندین دفعه به اشرف خنی رئیس جمهور وقت نیز اخطار داده بود که وی یک شخص پرنفوذ و قدرتمند است، اما بعد از سقوط جمهوریت وی همچنان در افغانستان باقی ماند تا توسط طالبان زندانی شد و بعد دوباره رها شد و از کشور فرار کرد و دوباره به دعوت طالبان به کشور برگشت. علاگل مجاهد که در فعلا طالبان اون را گفته باید در توقف بماند. خالد زدران، سخنگوی و فرماندهی پلیس طالبان برای کابل، نگاشته است که علاگل مجاهد عضو پارلمان جمهوریت به دلیل مظنونیت در قتل فردی به نام قاری سیدالله تا فیصله دادگاه این گروه در توقف خواهد ماند. علاگل مجاهد با حکومت طالبان باری از سوی این گروه تحقیر و لتکوب شده و بعدا به ایران فرار کرد. پس از چندی دوباره به دعوت طالبان به کابل برگشت و گفته است که جنگ رای حل نیست.